تغییر حرکت وضعی زمین بر اثر برداشت بیرویه انسان‌ها از منابع آب زیرزمینی عنوان خبری است که این روزها در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شده است. طبق مطالعه جدیدی، بشر در طول 17 سال آنقدر از آب‌های زیرزمینی برداشت کرده که کره زمین حدود 1 متر به شرق متمایل شده است. به گزارش نیویورک پست، کی وین سئو، نویسنده اصلی این پژوهش و متخصص زمین فیزیک دانشگاه ملی سئول کره جنوبی، در یادداشتی اظهار داشت که محور حرکت وضعی زمین در واقع تغییرات زیادی دارد. به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه فرمایید. حرکت وضعی زمین یعنی چرخش به دور خود ممکن است برعکس شود. قطب مغناطیسی طی چند سال گذشته به سرعت در حال حرکت است و قطب شمال در مکان همیشگی خود قرار ندارد. بر اساس پژوهش جدیدی، انسان در طول 17 سال آنچنان از آب‌های زیرزمینی برداشت نموده که کره زمین حدود 1 متر به شرق متمایل شده است. بشر حجم زیادی از آب‌های زیرزمینی را استخراج کرده که این حجم از استخراج آب باعث تغییر در توزیع انبوه آب شده است. در نتیجه شیب زمین بین سال‌های 1993 تا 2010 حدود 80 سانتی متر به سمت شرق انحراف پیدا کرده است. جابجایی محور حرکت وضعی زمین به معنای جابجایی محور گردش سیاره زمین به دور خود در قبال پوسته خودش می باشد. نیویورک پست در این زمینه گزارش داده است که نقش آب در تغییر حرکت وضعی زمین در 2016 کشف گردید و پژوهشگران یادآوری نمودند که این اولین بار است که نقش برداشت از آب‌های زیرزمینی در جابجایی این محور مورد اشاره قرار گرفته است. گزارش دیگری هم در سال 2019 نشان می‌دهد مکان قطب شمال مغناطیسی زمین تغییر کرده و از کانادا به سمت سیبری در حال حرکت می‌باشد. طبق پژوهش‌های صورت گرفته از طرف سازمان فضانوردی اروپا، نقطه قطب در شمال از سال 1831 تا به امروز به طرف سیبری تمایل پیدا کرده است. حرکت قطب شمال که در 40 سال گذشته سرعت بیشتری گرفته، فرایند تغییر مسیر میدان مغناطیسی را سرعت بخشیده و در نتیجه ضرورت تدوین یک مدل جدید را بیشتر از پیش کرده است. حرکت قطب شمال و این گونه تغییرات فزاینده و بدون تطبیق با معیارهای گذشته در میدان مغناطیسی زمین، دانشمندان را ناگزیر ساخته که سیستم‌های جهت‌یابی مورد نیاز هواپیماها، کشتی‌ها و حتی موبایل‌ها را به سرعت به روز رسانی نمایند. تصور می‌شود که این اتفاق طی 2000 سال به وقوع بپیوندد. اما بر اساس آخرین پژوهش‌های صورت گرفته، این روند به مدت زمانی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های گذشته، یعنی فقط 100 سال کاهش پیدا کرده است. طلوع خورشید از مغرب به عنوان یکی از علائم ظهور و نشانه‌های قیامت بیان شده است. برخی از منابع واقعه طلوع خورشید از مغرب را با ظهور امام مهدی مرتبط کردند و به حتمی بودن طلوع خورشید از مغرب به عنوان یکی از علائم حتمی ظهور امام مهدی علیه السلام تاکید کردند. آیا بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته جابجایی محور حرکت وضعی زمین و تغییر مکان قطب مغناطیسی شمال را میتوان همان بشارت بر ظهور منجی عالم بشریت و طلوع خورشید از مغرب به عنوان یکی از علائم حتمی تلقی کرد؟ و آیا بر اساس اراده الهی میتوان به قریب الوقوع بودن این اتفاق مسرت بخش با توجه به نتایج پژوهش‌های علمی صورت گرفته طی این سالها امیدوار بود؟ علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر عماد رایانپور، کارشناس جغرافیای سیاسی،
از دانشگاه تهران، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. آقای دکتر سلام عرض کردم. خدمت شما، سلام بر شما و سلام بر حسین، سلام بر سرور بزرگ آزادگان عالم، سلام بر شما برادر و خواهران خوبم که صدای من رو از ایران و تهران میشنوید. به همه تون سلام میکنم و عرض ادب دارم. بزرگوارید. جناب دکتر، جا به جایی محور حرکت وضعی زمین و تغییر مکان قطب مغناطیسی شمال بر اساس پژوهش‌های علمی صورت گرفته به چه صورت می باشه؟ لطفاً این پدیده علمی را توضیح بدید. بفرمایید. خب ببینید، من گزارش مقدماتی شما رو گوش کردم و ای کاش که لطف می کردید من به عنوان یک پژوهشگر جغرافیایی و عزیزان دیگری در حوزه زمین شناسی و همینطور فیزیک هم در کنار من می بودند تا بتونیم از این پدیده یک واکاوی علمی رو خدمتون تقدیم کنیم. آقای دکتر وقت برنامه کمه. آقای دکتر، تغییرات رصد شده در میدانها و قطبهای مغناطیسی زمین نشون از احتمال یک وارونگی در قطبهای مغناطیسی زمین داره. من اینو توضیح بدم که برای عامه مردم شناخت قطبهای جغرافیایی شمال و جنوب رو بسیار شنیدن و توجه کردن، ولی زمین دارای دو قطب مغناطیسی هم هست که در حوزه‌های جغرافیایی زمین شناسی و فیزیک قابل توجه هست و کمتر مردم به این دو قطب دیگه توجه دارن. این آثار میتونه مطالعه این قطب‌های غیر جغرافیایی میتونه تبعات بسیاری برای بشر داشته باشه و از همه مهمتر اینی که در پارک‌های علم و فناوری دنیا در حال مطالعه هستند. قطب‌های مغناطیسی شمال و جنوب زمین بر اساس رصدی که شده در حال تغییر هست. همینطور که در گزارش شما هم بود، آخرین باری که جابجایی جزئی داشتن تقریباً بیش از 40,000 سال پیش در رویدادی موسوم به لاشامپ رخ داده این واقعه و تحقیقات علمی این رو دنبال میکنه. و حالا سوال این هست که با این چالش من این سوال رو مطرح بکنم که آیا برای بشر مخاطرات این تغییرات قطب‌های مغناطیسی وجود دارد یا ندارد؟ میدان مغناطیسی در حال نمایش نشانه‌هایی از تغییر 5% در هر قرن نشون میده. ما هر 100 سال 5% این تغییر مغناطیسی رو در کره زمین شاهد هستیم و طبق نظریاتی که دانشمندان دانشگاه لیدز به وجود آوردن، این تحقیقات نشون میده که ممکنه طی 2000 سال آتی به طور کامل این قطب‌های مغناطیسی باعث وارانه شدن زمین بشه. این اتفاق برای قطب‌های مغناطیسی شمال و جنوب زمین عادیه، چرا که در طول تاریخ هم این اتفاق افتاده و در واقع به حالت اولیه خودشون هم برگشتند. طی میلیون‌ها سال گذشته الگوی انحراف قطبی از 200 تا 300 هزار سال اتفاق افتاده و رصد شده و مشخص در حال مطالعه است. بر اساس تحقیقات مرکز پالئو مغناطیس که یک دبیرخانه دیرین شناسی هست، آخرین بار یک وارانگی کامل انجام شده و تقریبا مدت زمان اونو به 780 هزار سال پیش در واقع تبیین کردن. دبیرخانه دیرین مغناطیس شناسی بر اساس رسوبات، سنگ‌ها و همینطور یافته‌های باستانشناسی میتونه کمک کنه به ما که این تغییرات مغناطیسی چگونه میتونه قطب‌های شمال و جنوب رو در هم به تغییر منجر کنه. در حین جابجایی قطب‌ها گاهی اوقات تلاش میشه که اینها جابجا بشن، ولی باز مجددا این احتمال داره که این قطب‌ها به سر جای خودشون برگردن.
آژانس فضایی اروپا هم اعلام کرده که قطب‌های زمین برای یک حرکت دارن خودشون رو آماده میکنند و تأثیرات ناشی از اون میتونه خیلی برای بشریت ویرانگر بشه. آقای دکتر چه ارتباطی به میانه؟ نظر میرسه آقای دکتر سوال دوم منو خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر چه ارتباطی میانه برداشته؟ سوال دومتون بشه. بله، چه ارتباطی میانه برداشت بی رویه انسان از منابع آب زیرزمینی؟ بله، میخواستم بگم سالانه قطب ها در حدود 20 کیلومتر به سمت غرب در حال حرکت هستند. من سوال دوم شما رو میشنوم و پاسخ خواهم داد. بله، وقتمون کمه، به این خاطر من عجلم. چه ارتباطی میانه برداشت بی رویه انسان ها از منابع آب زیرزمینی و تغییر جهت زمین بر اساس یافته های علمی جدید وجود داره؟ بفرمایید. ببینید، من این تجسم زمین شناختیش رو بگم خدمتتون که یک کمی در تبیین مسئله راحت‌تر پیش بریم. ببینید، کارولین گراملینگ، این دانشمند در مرکز تحقیقات فضایی، معتقد هست که چه چیزی باعث میشه که زمین به شکل وارانه بشه. حالا در این تغییرات میدان مغناطیسی رو در کنار میدان‌های جغرافیایی نام می‌برند و معتقد هستند که زمین یک هسته فلزی داره و این هسته فلزی یک پوشش بیرونی فلزی هم داره که در واقع از یک فلز جامدی به شکل آهن و نیکل ساخته شده و واکنش‌هایی که بین این دو فضا به وجود میاد، بین فلز و پوسته فلزی از نیکل و آهن، واکنشی که ایجاد میشه، مواد معدنی درونی یک جریان الکتریکی از خودش ساطع میکنه که میدان مغناطیسی رو تحت شعاع خودش قرار میده. حالا چه اتفاقی میفته؟ دانشمندان معتقدن که برعکس شدن میدان مغناطیسی باعث میشه تغییرات زیادی در آب و هوا و اقلیم صورت بگیره و بشریت در واقع به یک ناگواری طبیعی منجر بشند. تأثیر میدان مغناطیسی زمین بر نفوذ اشعه های خورشیدی هم بسیار مؤثره. بیماری های مثل بیماری های نخاعی و عصبی احتمال داره بر اساس افزون شدن اشعه های خورشیدی قوت بگیره. ببینید، من اینجوری ترسیم کنم سوال شما رو خیلی راحت‌تر پاسخ بدم. زمین مجموعه‌ای از مواد مذاب در حال جوشش هست و بخشی از کره زمین هم از مایعات تشکیل شده. به نظر میرسه که این گونه شگفتی در خلقت زمین باعث شده که این مایعات بتواند در مقابل این سنگ‌های گداخته‌ای که در میدان مغناطیسی ایجاد میشه، نقش توازن در واقع کره زمین رو به وجود بیاره و زمانی که الان ما در سوء استفاده های زیادی از آبهای زیرزمینی توسط آدم ها داریم صورت میدیم، چاها و حلقه ها و همینطور قنات هایی که بی رویه در سطح زمین ایجاد میشه و این مایه آبی از زمین استخراج میشه و استفاده میشه، نشون میده که توازنی از بین مایعات با مواد مذاب در زمین، این توازن از بین میره در صورتی که میدانهای مغناطیسی به این شدت و سرعت دارن به تغییرات زمین کمک میکنن و داریم در واقع به یک دوره از حرکت وضعی زمین داریم دوچار میشیم. کمبود این مواد مایع که همین آب در روی کره زمین هست میتونه این مخاطرات رو برای ما فزاینده کنه. آقای دکتر، آیا میتوان تغییرات صورت گرفته را مقدمه ای بر طلوع خورشید از مغرب دانست؟ بفرمایید. ببینید، پیرامون این هم مباحث و نظریه‌های چالشی بسیاری مطرح است. ببین، نظریه‌های علمی امروز در تمام رصدخانه‌های دانشگاهی و فضانوردی انکار ندارند که یه روزی احتمال داره که کره زمین برخلاف حرکتی که الان داره صورت میده، عکس این حرکت هم داشته باشه. یعنی نتایج اینجوری نشون میده که این چرخش زمین میتونه برعکس صورت بگیره، دو قطب هم میتونه تغییر پیدا کنه، میتونه شمالی جنوبی بشود، میشود جنوبی شمالی بشه.
به تدریج هم در واقع این اتفاق خواهد افتاد. رصدخانه های فضایی پیش بینی میکنن که به شکل یک حادثه جوی این تحول در سرزمین ایجاد میشه و حتما این وارونگی هم اتفاق میفته و با تغییر قطب‌های مغناطیسی قطب‌های جغرافیایی تغییر میکنن و در این تغییر قطعا یکی از معناش اینه که خورشیدی که از مشرق میومده این دفعه از غروب طلوع خواهد. تشکر میکنم از شما آقای دکتر. دکتر عماد رایانپور، کارشناس جغرافیای سیاسی ژئوپلیتیک و استاد دانشگاه از تهران با ما همراه بودند.